دریچه‌ای رو به آگاهی، کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. حفاظت از پناهندگان مسئولیت همگانی است. مناقشه‌های قومی و مذهبی میان دو جنگ بزرگ و همچنین پیامدهای فاجعه‌بار جنگ جهانی دوم، موضوع آوارگی و پناهجویی را بدل به یکی از مشکلات و موضوعات مرکزی جامعه بین‌المللی ساخت. سازمان ملل متحد به عنوان جایگزین جامعه ملل 24 اکتبر 1945 در منشور خود تاکید می‌کند احترام به حقوق بشر و آزادی‌های پایه‌ای برای همه انسان‌ها صرف نظر از تمایزات نژادی، جنسی، زبانی یا مذهبی باید رعایت و تحکیم شود. امروز نقض حقوق بشر یکی از دلایل اصلی برای پناهجوی انسان‌ها در سرزمین‌های بیگانه است. حق پناهندگی در بند 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر بدین گونه ثبت شده است: در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد. سازمان عفو بین الملل در آخرین گزارش سالانه خود موضوع آوارگی و پناهندگی را یکی از چالش‌های مهم دوران کنونی ذکر کرده و با برشمردن نمونه‌های متعددی از جامعه بین المللی خواستار رسیدگی به این معضل و مبارزه با ریشه‌های آن شده است. حال می‌خواهیم بدانیم پناهندگی چیست و چه عواملی منجر به ترک اجباری زادگاه می‌گردد. شرایط پناهندگی چه پیامدهایی برای افراد و خانواده آنان در بر خواهد داشت؟ در سال 2013 میلادی نرخ خالص مهاجرت در ایران برابر با -11% به ازای هر 1000 نفر ساکن کشور بوده است. این به این معناست که نرخ خروجی ایرانی ها از کشور بیشتر از نرخ ورود مهاجر به کشور بوده است. دلیل افزایش نرخ رشد مهاجرت دولت جمهوری اسلامی ایران برای چیست؟ در برنامه امروز با حضور میهمانان گرامی به تحلیل و بحث پیرامون این سوال خواهیم نشست. با سلام به شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه دریچه رو به آگاهی. در برنامه امروز با موضوع پناهجویی و دلایل رشد آن در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. نخست با میهمانان این برنامه آشنا خواهیم شد. در خدمت جناب دکتر رضا اکبرزاده، مدیریت کانون پناهندگان ایرانیان در مالزی، و همچنین در خدمت جناب منوچهر شفایی، فعال حقوق بشر، و جناب محمد گلستانجو، ایشون هم فعال حقوق بشر هستن. دوستان بسیار خوش آمدید به این بخش از برنامه. سوال اولم رو از جناب دکتر اکبرزاده می‌پرسم. آقای دکتر لطفاً بفرمایید پناهنده چه کسی هست و تحت چه شرایطی افراد پناهنده خوانده میشن؟ در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. ضمن سپاس از زحمات شما و اینکه بنده رو قابل دونستید و در این جلسه دعوت کردید، و سلام خدمت دیگر حضار محترم برنامه و همچنین شنوندگان عزیزی که بعد از این برنامه رو خواهند شنید. همونطور که میدونید جمع پناهندگی و عنوان پناهنده همیشه در ادوار مختلف وجود داشته، اما خب یک چیزی که خیلی به صورت برجسته تر عنوان شده در سیستم بین‌المللی در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم بود که تصمیم بر این گرفته شد که اون کشورهای بزرگی که دخیل بودن در اون جنگ ها و تا حدی به نظر خودشون در خاتمه اون جنگ ها، تصمیم بر این گرفتن که یک سیستمی رو پیاده کنند که بابت اون کشتارها و آوارگی‌های بسیار زیاد و قابل تأملی که در جنگ جهانی دوم به وجود اومده بود، برنامه رو پیاده کنند که بتونیم اسم اون رو برنامه پناهجویی یا پناهندگی بذاریم. به همین ترتیب منشورهایی در سازمان ملل آماده شد و تدوین شد و ارائه شد که
کماکان از همون منشورها و از اون میثاقها استفاده میشه و رو به بهبود هم بوده، کما اینکه برخی از کشورها یا سران کشورها موافق نبودند با این مسئله. اما چه کسی پناهنده هست که ما از روز اول بخوایم برگردیم به این قضیه؟ به این قضیه در قسمت‌های خاصی میشه اشاره کرد که به صورتی هست که کسانی که در کشور خودشون، در سرزمین مادری خودشون، بهتر اینجوری اشاره کنیم، مورد آزار و اذیت‌های خاص در قسمت‌های مختلف اجتماعی، حالا سیاسی هست، مذهبی هست، قومیتی هست، به هر صورتی قرار می‌گیرند، اینها حق این رو داشته باشند که بیان و در کشورهای دیگه یا در سرزمین‌های دیگه‌ای ساکن بشن و از امکانات اون سرزمین‌ها یا کشورها طبق قوانین موجود در اون کشورها استفاده کنند. به این ترتیب این سیستم برپا شد و قوانین پناهندگی تدوین شد و در اختیار عموم جوامع قرار گرفت. اما متاسفانه خب یک دفعه برخورد کردیم با یک سیل عظیم پناهندگی در ادوار مختلف. حالا این کم و بیش یک زمانی بوده که خیلی زیاد بوده، یک زمانی بوده کمتر بوده و تلورانسی داشته که بالا پایین بودنش رو نمیشه به سادگی ازش گذشت یا بگیم چرا کمتر بوده یا چرا بیشتر بوده. خب دوران ها بوده و جنگ ها بوده، سیستم های قومیتی بوده، جنگ های داخلی بوده، همه نوع بوده. اما چون ما در حال حاضر فارسی زبانان و ایرانیانی هستیم که در این مجمع، در این جلسه به خصوص امشب گرد اومدیم که در مورد پناهجویان به خصوص ایرانی صحبت کنیم، بیشتر برمیگرده به این که چرا، چه کسی و چگونه پناهنده میشه. پناهندگان کشور ما ایران متاسفانه بیشتر به خاطر مسائل معیشتی، قومیتی و تا حدودی هم سیاسی هستند که به بیرون از ایران میان و در شرایط بسیار سخت، این که عرض میکنم شرایط بسیار سخت به خاطر این هست که واقعا شرایط سخت هست، واقعا شرایط غیر قابل تصور هست که در حالا قسمت‌های بعدی برنامه حتما بهش خواهیم پرداخت، به این میرسن و این میخوان که یک جوری خودشون رو در سیستم پناه قرار بدن. یعنی همین پناهندگی که ما میگیم قسمت اولش پناهی هست، یعنی بودن یک سرپناهی که اشخاص بتونن در امنیت و رفاه بیشتری از چیزی که در قبل داشتن زندگی کنن. مطمئنن و یقینن اینطور هست که کسانی که به عنوان پناهنده، حتی پناهجوها قبل از اینکه پناهندگیشون محرز بشه، وارد یک کشور دیگری میشن و مراجعه میکنن به سازمانهای عموماً UNHCR، چون برخی ها به قسمت های دیگه مثل NGO ها مراجعه می کنند، ولی عموماً یعنی قریب به بیش از 90% افراد به UNHCR مراجعه می کنند. اینها فقط برای این مراجعه می کنند که UNHCR رو یک چتر حمایتی می بینند که می خوان اونجا زندگی بکنن زیر این چتر و بدون دغدغه های فکری که به خصوص در مورد وضعیت امنیت جانیشون در کشور خودشون داشتن. متاسفانه کشور ما امنیت جانی خاصی رو برای کسی تأمین نمی کنه. نه تنها تأمین نمی کنه، بلکه بسیاری از این افرادی رو که پناهنده محسوب میشن یا پناهجو حتی محسوب میشن، هنوز به پناهندگی نرسیدند، اینها رو به صورتی تهدید کردند که مجبور شدن از کشور خودشون با کمترین امکانات موجود فرار کنند و خارج بشن از اون کشور. و این فرار کردن، همونطور که در قسمت‌های بعدی بهش خواهیم پرداخت، موجب شده که بسیاری از مشکلات و مصائب رو برای پناهندگان به وجود بیاره، اهم از کسانی که به صورت خانواده میان، اهم از کسانی که به صورت زنهای بی سرپرست همراه با فرزندان میان و حتی کسانی که به صورت مجرد وارد این قضیه میشن. در صفهای طولانی و این دالون بسیار طولانی و تاریک پناهجویی قرار میگیرن که اصلا جایگاه خوبی نیست و همه به این موضوع کاملا اذعان داریم و واقف هستیم که چقدر سخت هست، ولی متاسفانه این سختی ها رو بعضن به جان میخریم، حالا حتی نمیتونیم بگیم بعضن، عموماً
به جان میخریم و میایم در این سیستم قرار میگیریم، در این صفحه قرار میگیریم، بابت اینکه بتونیم از اون شکنجه های روانی، روحی و حتی جسمی که در کشور خودمون داشتیم فرار کنیم و بهره‌مند بشیم از یک فضای جدیدی برای ساختن یک زندگی تازه تری. من در خدمت شما هستم. سپاسگزارم از شما جناب اکبرزاده عزیز که توضیحاتی رو بابت پناهجویی و پناهندگان و مشکلات اشاراتی فرمودید. در خدمت جناب شفایی عزیز هستیم. جناب شفایی، با توجه به اینکه سازمان ملل متحد در مواقع مختلف نسبت به وضع پناهندگان علاقمندی بسیاری نشون داده تا برخورداری از حقوق بشری و آزادی‌های اساسی رو به وسیع‌ترین شکل ممکنش برای پناهندگان تضمین بکنه، آیا به نظر شما چنین امکانی فراهم شده؟ آیا کرامت انسانی مورد حفظ قرار گرفته یا خیر؟ خواهش می‌کنم بفرمایید. من برای تکمیل صحبت‌های دوست خوبمون جناب دکتر اکبرزاده میتونم اضافی بکنم که اساس به اصطلاح پناهندگی یا پناهجویی یا مهاجرت در ایران به نظر من مسئله عدم وجود حقوق است. یعنی ما در ایران اصلا حقوق برابر نداریم انسان‌ها، عملاً تبعیض وجود داره، حق حیات وجود نداره، هر آینه هزاران امکان وجود داره، بحث شکنجه وجود داره در جامعه ما، آزادی بیان وجود نداره، آزادی اندیشه وجود نداره، آزادی انتخاب وجود نداره، عرض کنم رفاه اجتماعی وجود نداره، امکان تحصیل ضعیفه و و و حتی قوه قضاییه ما ده ها مشکل اینچنینی داریم و اینها مجموعه باعث شده که جامعه ما هر یک به عناوینی رو به خروج از کشور بذارن و در واقع با این نگاه و نبود حقوق بشر و عدم رعایت حقوق بشر در کشور مجبور شدن به مهاجرت رو بیارن. و اصلا مسئله معیشتی معمولا به نظرم خیلی کمه، چون ما به هر حال تو جامعه ما معمولا آدم ها توانستن امکانات مالی برای خودشون ایجاد کنن، حالا به هر طرقی که تونسته باشن و چرخشون رو بچرخونن، ولی اونهایی که میان بیرون بالاخره هر کدوم توانایی داشتن و تونستن مقادیر زیادی هم هزینه بکنن تا بتونن از کشور خارج بشن. من در ادامه میتونم بهتون اینجوری ادامه بدم در رابطه با سوالی که خانم مرادی کردن، در رابطه با اینکه سازمان ملل چه اقدامی کرده. خب سازمان ملل بر اساس مثلا توانمندیاش و برنامه‌ریزی‌هایی کرده، در واقع با انجام کنوانسیون‌ها و درست کردن قراردادها و پیمان‌های بین‌المللی و نظارتی که بر اونها داره و ایجاد مراکزی به عنوان مراکز کمک به پناهنده ها در کشورهایی که امکان پناهنده پذیری ندارند، یعنی توانایی و اون امکان امنیت دادن به اون افراد را ندارند، برای اونها در واقع مراکزی رو ایجاد کرده و همینطور که آقای دکتر فرمودن مراکزی هستند، غیر از اون اینجایی هستند که میتونن این خدمات انسانی رو به انسان‌ها و پناهجویان در واقع در اختیار اونا قرار بدن. اما از طرفی ما ببینیم که شکل‌های مختلفی برای پناهجویی وجود داره. بعضی از کشورها که عدم امکان پناهندگی ندارن به دلیل شرایط اقتصادی و شرایط فرهنگی، خب خود سازمان ملل نظارت میکنه. ما داشتیم در خود ایران چندین بار در واقع زیر نظر سازمان ملل و بودجه‌ای که در اختیار ایران قرار داد بعد از جنگ کویت و عرض کنم کویت و عراق، کلی اومدن در اینجا پناهنده شدن، بین درگیری عراق با کردها همچنین و در درگیری که در افغانستان ایجاد شد اومدن و به صورت پناهجو اومدن و اینها رو در واقع این خدمات رو در واقع خود ایران هم با وجودی که خودش کشور اصلا پناهنده پذیری نیست و خودش یه قواعد خاص خودشو داره، هم در واقع زیر نظر سازمان ملل در واقع این خدمات رو قرار دادن.
به هر حال این نوع خدمات اضطراری رو سازمان ملل انجام میده و نظارت میکنه در کشورهای مختلف. حالا من مثال ایران رو زدم، به هر حال در تمام کشورهای دنیا که شرایط خاص دارن این کار رو انجام میده. حتی در موقع حرکت سوری‌ها که اومدن، خب مقدار زیادی کمک به ترکیه کرد، مقدار زیادی به لبنان کمک کرده و حتی به خود عراق کمک کرده که بتونن از این پناهندگان سوری اونجا نگهداری بشه و مراقبت بشه. اما کشورهایی که توانمندی و نظر اقتصادی و شرایط اقتصادی جای موقعیت‌های بهتری دارن و در قوانین اساسیشون در واقع به حقوق بشر یاد کردن و احترام ویژه‌ای برای حقوق انسان‌ها قائل هستند، مسئله پناهجویی در واقع جزء وظایفشون هست. یعنی اگر پناهجویی وارد کشوری مثل آلمان یا فرانسه یا انگلیس، حتی ایتالیا یا حتی یونان که قبلا اینطوری بود و کشورهای مثل اینها، جزء تعهداتشون است که به پناهجویان خدماتی در حد انسانهای خودشون در اختیارشون قرار بدن، به پناهندگان. البته خود پناهجویی و خود پناهندگی دو تا تعریف جدا داره. پناهجو کسانی هستن که وارد یک کشوری میشن، درخواست پناهندگی میدن، به عنوان یک پناهجو هستن، بعد از مراحل و تشریفات اداری که وجود داره که طبیعیه بایستی به هر حال بررسی بشه، نگاه بشه، کار بشه و و و تصمیم گیری بشه و شرایطش ایجاد بشه، خب به هر حال یه پروسه چون دارم یک ساله، دو ساله یا هر چقدر که هست به اصطلاح درگیری وجود داره در کشورهای مختلف با شرایط مختلف تا اون انسان بتونه به اون محیط آشنا بشه و بتونه در اون محل به عنوان پناهنده قرار بگیره. و در این کشورها پناهنده وقتی قرار میگیره، عملا از امکانات دولتی همچون سایر شهروندان اون کشور دارن استفاده میکنن و عملا تغییری درش نمیبینیم. من نگاهی به نگاه فردی ندارم. ممکنه در یک مقطعی، در یک نقطه‌ای یا در یک اداره‌ای یک اتفاقاتی بیفته یا اصلا بی‌احترامی‌هایی بشه. اونا مسائل فردیه و اصلا من دخالت نمی‌کنم و اظهار نظر نمی‌کنم، چون نمی‌تونه اثر بذاره به کل اتفاقی که در جامعه داره می‌افته. یا همین مثالی که زدید، نزدیک به 1,000,000 در واقع در سال گذشته وارد آلمان شدن و الان دولت آلمان با تمام سختی‌ها، تنش‌هاش و مشکلاتش تونسته در واقع برای این 1,000,000 یه سری امکانات ایجاد کنه. و برای من خیلی جالبه که برای این 1,000,000 همه، حتی اونهایی که در شرایط به اصطلاح پناهندگی هنوز حتی مصاحبه هم نشدن، چه برسه بخوان قبول بشن یا ردن بخوان بشن، تمام اینا از امکانات آموزشی دارن استفاده میکنن و دارن زبان در واقع آلمانی رو آموزش میبینن و کلاس‌های اجباری دارن و روزانه باید به اون کلاس‌ها برن و همچنین امکانات دیگری مثل پزشکی و اینها هم در اختیارشون قرار میگیره. خب این در واقع نگاهیه که نگاه مثبتیه که نسبت به پناهجوها در اتفاق میفته و اینجا اون پناهجوها هستن که من اگه اشکال نشده باشه حالا دفعه بعد که خواستید میتونم توضیح بدم که پناهجو چگونه باید درخواست پناهجویی بده و چگونه باید عمل بکنه در کشورهای مختلف و شرایط مختلف. این یه نوع کار است. و خب کشورهای دیگه‌ای هستن مثل خود مالزی که شما هستید، یا مثل اندونزی، یا مثل آذربایجان، یا چه میدونم عراق و و و و ده ها کشور دیگری که شرایط امکان و امکانات پناهنده پذیری رو ندارن، چون دولت اون کشور توانایی به اصطلاح حفظ جان و امنیت این افراد رو نداره. به هر حال در اونجا هستش که UNHCR در واقع لازمه، حائر قراره در واقع بتونه اونجا کمک بکنه و به اصطلاح امکانات ایجاد بکنه، بتونه واسه مصاحبه بکنه و شرایط پناهجویی اونها رو بپذیره و بعد از اینکه پذیرفت شرایط جابجایی رو و انتقالشون به کشورهای دیگر رو انجام بده. و البته اینجا در اون کشورها معمولا مشکلاتی به وجود میاد. دلیلش اینه که سازمان ملل برای این کار مجبور است کارمندان بومی استفاده کنه و این وجود کارمندان بومی است که حوادث مختلفی رو ایجاد میکنه، که مثلا ما در مالزی شنیدیم که خب سوء استفاده شده بود و قاعدتا در کشورهای دیگه هم بوده، در هند هم بوده، من شنیده بودم 7 سال پیش 8 سال پیش. این دیگه مسائل فرهنگی و مسائل اتفاقی است که در مقاطعی وجود داره، ولی این شرایط به عنوان
پذیرش پناهجو برای اینکه بتونه زندگی بهتر و شرایط بهتری رو پیدا بکنه، بتونه در یک کشور امنی زندگی بکنه، سازمان ملل در تلاشه که بتونه این خدمات رو در اختیار قرار بده. من فکر میکنم تونسته باشم کوتاه توضیح داده باشم، اگر باز موردی باشه من باز در خدمتون هستم. سپاسگزارم از توضیحات کاملتون جناب شفای عزیز. در خدمت جناب گلستانجو هستیم. آقای گلستانجو، دلیل افزایش نرخ رشد مهاجرت در دولت جمهوری اسلامی ایران رو میخوام شما یه نگاهی بندازید و بررسی کنید و چه دلایلی منجر به افزایش مهاجرت شده، البته به نام دلایل مختلفی که وجود داره. خواهش میکنم بفهمید. در ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان عزیز، همچنین شنوندگان گرامی برنامه دریچه‌ای به سوی آگاهی، و خوشحالم که در این جلسه در خدمت شما هستم. در رابطه با سوالی که مطرح فرمودین در زمینه رشد نرخ مهاجرت در ایران، باید خدمتتون عرض کنم که مهاجرت در ایران در دوره‌های مختلف عوامل متعددی داشته، ولی از عمده دلایلی که در طی این چند دهه اخیر باعث رشد مهاجرت شده، میتونم به اوضاع نابسامان اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، همینطور اقتصادی و عقیدتی سیاسی کشور اشاره کنم. این نکته رو هم نباید در فراموش کرد که علاوه بر مسائلی که مطرح کردم، موارد و ویژگی‌های خاص و قابل توجه کشورهای مقصد هم چه از لحاظ اقتصادی و همچنین آزادی‌های فردی و اجتماعی هستند که باعث افزایش نرخ مهاجرت از ایران به سایر کشورها میشه. در حال حاضر مشکلات اجتماعی، عقیدتی و سیاسی، همینطور که جناب شفایی عزیزم اشاره فرمودن، حجم بیشتری رو در رابطه با مهاجرت از ایران به خودش اختصاص میده که همگی ناشی از نوع نظام موجود در ایران و نگاه نظام به وضعیت حقوق بشر در ایران، نظامی که خود رو یک نظام دینی قلمداد میکنه و در رأس اون رهبره که خودش رو ولی و سرپرست مطلق همه مردم کشور و مسلمین جهان معرفی میکنه، ولی عملا ولی یا سرپرستی که تنها چیزی که مد نظرش نیست همین مردم کشور هستن. ما پس از به وجود اومدن نظام جمهوری اسلامی، خب مدتی رو درگیر جنگ بودیم که خودش ضربه مهلکی رو برای مردم به وجود آورد. بعد از اونم عوارض جنگ بود که حتی تا همین الان هم مردم با اون دست به گریبان هستن. ولی عمده موردی که هنوز حل نشده و فکر نکنم حل هم بشه، اون ایدئولوژی خود نظامه. با این دید که دولت جمهوری اسلامی خودش رو یک حکومت الهی میدونه و رهبر نقش ولی مطلق رو در اون ایفا میکنه، عملا جای هیچ گونه حرکت، تفکر و آزادی بیان برای کسی باقی نمیمونه و این باعث میشه افراد جامعه به دو دسته تقسیم بشن. یه دسته افراد مطیع که خود این افراد دو دسته هستن، یک دسته افراد وابسته به نظام و دیگری افرادی که بنا به اینکه توان مقابله با نظام حاکم رو ندارن، تن به سکوت و اطاعت اجباری میدن. ولی دسته دیگه هم وجود داره و اونایی که موافق با ایدولوژی دولت نیستن، افراد آزاداندیش و معترض به عملکرد دولت، که این افراد هم دو دسته میشن. افرادی که در ایران موندن و تفکر خودشون رو از طریق مخالفت ابراز کردن که متاسفانه بهای سنگینی رو هم متحمل میشن، مثل خیلی از عزیزان هموطنمون که بنا به اعتراضات و بیان عقیده و افکارشون گرفتار برخوردهای غیر اخلاقی یا بهتر بگم غیر انسانی نظام شدن، و یا دسته دیگه که برای نجات جون خودشون از هر گونه نابسامانی موجود در کشور، بل اجبار کشور خودشون رو ترک میکنن و به صورت پناهنده به کشورهایی که در اون انسانیت و حقوق انسانی رعایت میشه خب مهاجرت. برای روشن‌تر شدن این موضوع میخوام که اجازه بدین شواهدی رو هم از مفادی که در قانون اساسی ایران درج شده و رعایت نمیشه که باعث همین مهاجرت های اجباری میشه رو ارائه بدم. در اصل 3 بند 12 قانون اساسی اومده که دولت موظفه که پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه رو جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های
تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تأمین بیمه به وجود بیاره که متاسفانه از ابتدای به وجود آمدن این نظام این امکان وجود نداشته، هیچ روند معکوسی رو هم داشته که به طور واضح در اخبار ایران شاهد اون هستیم. البته در این ماده گفته شده که به وجود آمدن این موارد بر طبق ضوابط اسلامی باید اجرا بشه که خود این موضوع جای تأمل داره. و یا در مورد دیگه مثل اصول 23 و 24 قانون اساسی که در اون بیان شده بود که تفتیش عقاید ممنوعه و هیچ کس رو نمیتونیم به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه قرار بدیم، ولی خب میبینیم هیچ عقیده ای جز عقاید موافق با نظام در ایران قابل قبول حکومت جمهوری اسلامی نیست و با اون به شدت برخورد میشه. مردم در انتخاب دین خودشون که یک موضوع کاملا شخصی هست آزاد نیستن، و یا نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادن مگر اینکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشه. البته گفته شده که تفصیل اون را هم قانون معین میکنه، و این شرط موجود در این اصل باعث میشه که دولت با مردمی که بخوان در سرنوشت خود و جامعه خود نقشی داشته باشن و اعتراض به عملکرد دولت داشته باشن شدیداً برخورد کنه. وقتی همه این موارد رو که من تازه بخشی از اونها رو خدمتتون عرض کردم کنار هم میذاریم، میبینیم که خب همه این خفقان ها از جمله عوامل تشدید کننده مهاجرت از ایران به حساب میان. امیدوارم تونسته باشم جواب مناسبی رو برای سوال شما داده باشم. من در خدمت شما هستم، بفرمایید. سپاسگزارم از توضیحات شما. در خدمت جناب دکتر اکبرزاده عزیز هستیم. جناب دکتر، با توجه به اینکه مشکلاتی رو که در ابتدای صحبتتون بهش اشاره فرمودید، نقش جامعه میزبان رو در پیدایش و شکل‌گیری مشکلاتی که برای یک پناهجو یا پناهنده به وجود میاد چطور میبینید؟ خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم. اشارت بزرگتون که جوامع میزبان در سطح بین الملل با داشتن فرهنگ‌های متفاوتی در هر سرزمین باعث میشه که ما یک مقداری با مشکلات بزرگی مواجه بشیم، اما از اینکه بعد از اینکه پناهندهی به هر سبک، به ویژه کسانی که با خانواده هاشون از کشور خارج میشن به دلایل واقعا بحرانی و با اجبار خاص میان و در یک کشوری ساکن میشن، به ویژه کسانی که حالا چون ما بیشتر دیدمون، من خودم شخصا رو عرض می کنم، در کشورهای آسیای شرقی هست و به ویژه در مالزی، حالا اندونزی، کشورهای نزدیک به اینجا، کسانی که وارد میشن میبینیم که اینها دچار یک بحران هویتی هم میشن. افرادی که با یک فرهنگ دیگه بزرگ شدن، در یک فرهنگی، حالا چه بخوایم چه نخوایم، در یک فرهنگی بوده که در ایران حالا اسمن هم فرهنگ اسلامی بوده، میان و خارج میشن. حتی کسانی که با تغییر دین خارج شدن و اومدن، مجبور شدن که به خاطر اون تغییر دین کشورشون رو ترک کنن، بیان در یک سرزمین دیگه ای سکونت پیدا کنن. اینها با یک دوگانگی فرهنگ مواجه میشن عموما، و این خیلی به قول معروف جمع کردن این قضیه به صورت یک پکیج خاص و اینکه همگرا باشه با اون اجتماعی که درش وارد شدن بسیار سخت است. کما اینکه ما داریم میبینیم در این کشورها و کسانی که در خب کامیونیتی های متعددی در کشورهای مختلف وجود دارند، به ویژه در این کشوری که من در خدمتون هستم، در مالزی یا اندونزی که اشراف دارم بهش، میبینیم که زندگی ها متاسفانه از هم بسیار گسسته شده و حتی به نابودی کشیده شده. اینها به خاطر این هست که ما در یک فرهنگ بیگانه ای داریم وارد میشیم که اگر نخواهیم قبول کنیم که باهاشون ادغام بشیم در اون فرهنگ و شکل اون فرهنگ رو بگیریم به خودمون، لازمش این هست که اولین چیز خودمون رو فراموش کنیم. پس اگر نخواهیم با اینها مخلوط بشیم، باید خودمون رو فراموش کنیم، چرا که اون چیزی که ما هستیم در اینجا قابل قبول نیست برای این فرهنگی که درش داریم زندگی می کنیم.
خب ما وقتی که میایم با خودمون یک بحثی رو داریم که در فرهنگ قدیمی خودمون زندگی کنیم، یا باید تنهای تنها باشیم، یا اینکه اگر وارد اجتماع شدیم درگیر میشیم با اون اجتماع. متاسفانه میبینیم تعداد بسیار زیادی از افرادی رو که در این ورطه با مشکلات بسیار زیاد، بسیار زیاد روانی روبرو شدن. چه بسیارند کسانی که متاسفانه جدایی های خانوادگی رو داریم میبینیم، چه مردها چه زنها، هر کدوم به طرقی، و حتی فرزندانی که به یک سنی رسیدن که تصمیم میگیرن دیگه در زیر یوغ تصمیم گیری خانواده هاشون نباشن، چرا که فکر میکنن این خانواده نمیتونه اون چیزی رو که اینها در نظر دارن و آینده ای رو که میخوان بهش برسن بهشون بده. و این متاسفانه هر روز در حال بیشتر شدن هست، چرا که ما از یک فرهنگ دیگه ای میاییم. ما در یک فرهنگی وارد میشیم که اصلا همخونی با فرهنگ قدیم ما نداره، و ما سعی ما بر این هست در کانون پناهجویان ایرانی در هر جای دنیا، فکر میکنم دیگر دوستان هم در بقیه جا همین منظور رو داشته باشن و قصدشون همین هست، که بیایم یک تطابق فرهنگی به وجود بیاریم بین افرادی که از ایران خارج میشن و جامعه نوینی که بهش وارد میشن، به خاطر اینکه بتونن خودشون رو وفق بدن، آداب و رسوم اون فرهنگ ها رو یاد بگیرن. ما همه میدونیم که این چیزی نیست که یک روزه و یک شبه انجام بشه، لازم هست اما که بریم دنبال این کار، مرحله به مرحله، پله به پله، دوستان رو حتی دستشون رو بگیریم، حتی اگر دستشون رو دست ما میکشند، ما وظیفه داریم. اگر قبول کردیم مسئولیتی رو قبول کنیم، اگر قبول کردیم که همراه باشیم به جامعه پناهندگی و پناهجویی ملت خودمون که بابت هر مسئله‌ای خارج شدن از ایران، باید دست اینها رو بگیریم، برسونیمشون به اونجایی که سرمنزل مقصودشون هست. اولین قدم فکر میکنم هماهنگی و قاطی شدن با فرهنگ خارجی هست، یعنی اون فرهنگی که ما بهش وارد میشیم، حالا اینکه مالزی باشه، اندونزی باشه، ترکیه باشه، کشورهای اروپایی باشن، و حتی بعد از اینکه کسانی که قبولی هاشون رو میگیرن از سازمان یوه در مرحله اول غیر از اروپا، چون اروپا وقتی کسی که قبولیش رو میگیره همونجا موندگار میشه، ولی کشورهای دیگه مثل همین مالزی دوستان بعد از اینکه قبول رو میگیرن باید به یک کشور دیگه برن و اونجا در حقیقت کشور امن اونهاست. بایستی که اینها رو یک کلاس هایی، یک زمان هایی برای آموزش و هماهنگی با اون فرهنگی که بهش وارد میشن به اینها داده بشه، به خاطر اینکه اگر این نباشه مطمئنن با مشکلات بسیار بزرگ، عرض کردم این جدایی هایی که در زندگی های ایرانی ها متاسفانه در این دوران اخیری که من دارم میبینم خیلی هم شدت گرفته به وجود اومده، عاقبت خوب و زیبایی اصلا نداره، به ویژه برای جامعه بانوان ما، چرا که اینها بعد از جدایی ها خیلی مشکلات و مصائب زیادی بر سرشون خواهد اومد که در یک دنیای نوینی وارد میشن که این دنیا خیلی وسعتش بیشتر از اون چیزی که درش بودن با اون فرهنگ ایرانی و اون جامعه بسیار بسته ای که توسط اون رژیم متاسفانه بر سر این مردم حکم فرما شده. این بایستی یه طوری باشه که هماهنگی ایجاد بشه. فکر میکنم وظیفه اولیه ما این هست که برای وارد کردن این دوستان به سازمان UNHCR، حتی برای شروع به این پروسه پناهندگیشون، باید آموزش های لازم داده بشه، تا اینکه بعد از اینکه هر کسی حتی زمانی که قبولیش رو از سازمان میگیره، این نیست که فکر کنیم حالا ما چون قبولی رو از سازمان یون گرفتیم دیگه همه چیز دنیا تحت اختیار ماست، نه، شاید بتونیم بگیم یک مرحله از این داستان رو ما گذروندیم و هنوز مراحل بسیار سخت و مشکلی پیش رومون هست که وظایف ما هاست که اگر مسئولیتی قبول کردیم این روشنگری رو در رابطه با ملتمون، مردممون داشته باشیم. این ملت واقعا مردم خوبی هستن، واقعا مردم مهربان، و واقعا بهشون ظلم شده، اینو که دیگه همه میدونیم، حالا نمیخوایم وارد بحث‌های سیاسی بشیم، اما اگر حالا که خارج شدن باز هم ولشون کنیم به اینکه برن حالا ببینیم چی میشه، نه ولشون، هر طور شد شد، این باعث میشه که
یک وجهه بسیار بدی در جوامع بین المللی ما پیدا کنیم از نظر ایرانی بودنمون. نظر شخصی منی هست که بهترین راه این هست که تمام دوستان دستن در کار حقوق بشر، کسانی که در سیستم حقوق بشری کار میکنن، کسانی که NGO ها رو تحت کنترل دارن یا کامیونیتی ها رو تحت کنترل دارن، حتما روی این مسئله یک زوم خاصی رو انجام بدن که دوستان و ایرانی های هموطن رو راهنمایی کنند به اینکه چطور باید وارد فرهنگ و جامعه نوینی شد که بعد از این قرار هست تا روزی که نمیدونیم کی هست در این سیستم زندگی کنیم. من در خدمت شما هستم. سپاسگزاریم از راهنمایی ها و صحبت های بسیار ارزشمند شما جناب دکتر. در خدمت جناب شفایی عزیز هستیم. میخواییم کمی بیشتر در مورد قانونهای حقوق بشر و پناهندگی توضیحات رو برای شنوندگان محترم داشته باشیم. حق آزادی سفر در داخل کشور، مسافرت و مهاجرت خارج از کشور و بازگشت به کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشبینی شده. جناب شفایی، با این حال دولت جمهوری اسلامی ایران برای این حقوق محدودیت‌هایی رو قائل شده. خواهش میکنم اشارهی بفرمایید به این محدودیت ها تا ما و شنوندگان بیشتر با این محدودیت هایی که از طرف جمهوری اسلامی هست آشنا بشیم. خواهش میکنم بفرمایید. مرسی، خیلی ممنون. من اگر اجازه بدید باز یه خورده جمله تکمیلی رو برای از نظر خودم برای تکمیل جملات خوب و کامل جناب اکبرزاده اضافی بکنم. یکی این که ایشون در رابطه با هماهنگی فرهنگا صحبت کردن که به عنوان واقعا یک اصله، یعنی اگر یک کسی مهاجرت میکنه و به هر کشور دیگری واقعا پناهنده یا پناهجو است و پناهنده میشه، اولین کاری که میکنه باید اولا قانون اون مملکت رو بدونه و فرهنگ اونجا رو آشنا بشه و با احترام به اون فرهنگ کار بکنه، نه به بی احترامی. این جزء خود کنوانسیون هم قید شده که کسانی که وارد میشن حتما باید احترام به قوانین اون کشور بگذارند و جزء اصول اولی است. اما من فکر میکنم که اینی که کسانی که خارج از ایران خارج میشن و میان و مثلا در کنار همه گروه ها NGO یا مثلا ارگان های مثل حقوق بشر یا NGO هایی که قرار میگیرن، این به نظر من کافی نیست که ما فقط در کنار اونا باشیم. در کنار اونا بودن یک کار انفرادی کوتاه و خیلی سخته. ما بایستی کاری بکنیم که در داخل کشور اثر بذاریم، یعنی ما بایستی در درون کشور آگاهی رو در حدی برسانیم که کسانی که خارج میشن حداقل به دو تا حقوقشون آشنا بشن و وارد کشور خارج بشن. یکی از معضلاتی که ایشون اسم بردن مسائل خانوادگی است که اسم بردن و شرایط زنان و حتی کودکان و خانواده هاست که در خارج از کشور دچار حادثه میشن. من استنباطم این نیست که در خارج از کشور دچار حادثه میشن. اون خانواده دچار حادثه میشه به دلیل بدی فرهنگ و فرهنگ مردسالارانه که در کشور ما وجود داره. خود به خود وقتی یک خانواده خارج میاد و بیرون میاد، عملا عکس العمل های کودکان نسبت به خانواده و عملا عکس العمل های زن نسبت به مرد و ما در اونجا میبینیم به دلیل فشاری که در درون کشور است. من پیشنهادم اینه که دوستان مثل آقای دکتر اکبرزاده و مجموعه مثل ماها و دوستانی که مثل ماها کار میکنن حتما تلاشی بکنن برای دادن آگاهی به اینکه حق کودک چیست و آشنا کردن حقوق کودک رو در داخل کشور به مردم. حق زن چیست و آیا مرد سالاری یک حق آیا مناسب هست یا با قانون و یا با اعلامیه جهانی حقوق بشر در مغایرته، مثل ماده 1-2، چون هم تبعیض هست هم عدم برابری است. و همون بحث سفری که شما عنوان کردید، ما در جامعهمون حق مسافرت وجود داره، اما حق مسافرت یک خانم حتما بایستی با اجازه همسرش باشه. این اصلا شدنی نیست. یعنی یک خانم وقتی میخواد بره یک شهری حتما باید همسرش اجازه بده. اگه بخواد کشورش رو عوض کنه که اصلا باید بیاد محضر و در محضر امضا بده، امضای رسمی بده.
یعنی حتی نمیتونه زبانی هم بگه خانم تو میتونی بری، یعنی باید نوشته رسمی محضری بده تا این خانم بتونه بره مثلا یه زیارتی بره یا یه کشور دیگه برای تماشا بره یا هر کاری که دلش دوست داره. این اتفاقات وجود داره و تلاش ماها بایستی بر اساس این باشه که کسانی که در داخل کشور هستن بتونن در خانواده‌ای زندگی بکنن که اون نظام خانوادگی سالم وجود داشته باشه، کودک سوء استفاده مورد سوء استفاده قرار نگیره، مرد مورد سوء استفاده قرار نگیره، زن مورد سوء استفاده قرار نگیره. وقتی همچین خانواده‌ای خارج از کشور بیاد قاعدتاً میتونن راحت در اون جامعه خودشون آشنا بکنن. چرا؟ چون بخشی از جوامع خارج از کشور، حالا من به کشورهای و در همین اروپا یا اروپای مرکزی که من میبینم، عملا احترام خانواده و احترام کودک در حد اعلی وجود داره و این اون چیزی است که ماها باید در درون کشور آشنایی بدیم و اطلاعات رو منتقل بکنیم. به همین دلیل من برای تکمیل جمله آقای اکبرزاده که خیلی هم ممنونم و به موقع این بحث رو مطرح کردن، برای پناهجویان ما اولین کاری که باید اتفاق بیفته آگاهی نسبت به حقوقشون در کشوره و این آگاهی رو من شما و دیگری و دیگری با ارسال حقوق کودک، با ارسال حقوق زن و مسائل اینجوری، اصلا اعلامیه جهانی حقوق بشر رو وقتی بتونیم در داخل کشور منتشر کنیم، یواش یواش افراد آشنا بشن، خارج از کشور معضلات کمتر خواهد شد. اما در خارج از کشور هم ما میبینیم، حالا در همین بخش اروپایی ما کاملا میبینیم، به خصوص خود آلمان کاملا روی این قضیه کار میکنه، چون خود ما الان با یک مرکزی داریم کار میکنیم، مرکز تجمع فرهنگ هاست که از 8-9 تا کشورهای آفریقایی، آسیایی و اروپایی جمع هستیم که ما مجموعه حقوق بشریش هستیم که به عنوان ایرانی ها کار میکنیم و گروه های مختلف داریم کار میکنیم و در واقع اون ارتباط فرهنگی رو داریم ایجاد داره میشه و به همین دلیل هم حتی تو همین مجموعه ما یک مرکزی ایجاد شده برای افراد بالای 55 سال. یک پروسه 3 ساله است که کسانی که بالای 55 سال به بالا سن دارن از کشورهای مختلف و یک برنامه‌ای که در ماه حداقل 5-6 تا نشست دارن، مثل بازی، مسافرت، گفتگو، نهار خوردن، غذا پختن و و حتی رفتن به دانس ملیت‌های مختلف، که در واقع یک کسی که در 55 سالگی اومده پناهنده شده دیگه توان آموزش زبان رو نداره ولی میتونه با فرهنگ آشنا بشه، میتونه بره توی جمعی قرار بگیره با زبان سخت خودش با کشورهای دیگه، با ملیت‌های دیگه و خود آلمان‌ها آشنا بشه و بتونن با هم دیگه مسافرت برن، کار بکنن، بازی بکنن، بازی‌های مختلف یا ورزش‌های کوچک و کارهای اینچنینی انجام بدن. این اتفاقات خیلی خوبه، خیلی خوبه و ما در آلمان میبینیم و امیدواریم که در کشورهای دیگه هم در واقع به این سبک اجرا بشه و جلو بره. در رابطه با مسئله خود داخل کشور که چه قوانین وجود داره، ما حق سفر در ایران وجود داره اما متاسفانه این حق سفر همیشه مشروط بوده و همیشه توأم با شرط و شروطی بوده که این شرط و شروط عملا دچار حادثه میکنه، یعنی در واقع اون حقوق رو از بین میبره. ما الان طبق ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کسی حق داره، حق اقامت داره در هر کشوری، یا ماده 15 حق داشتن عرض کنم که به اصطلاح ملیت انتخاب بکنه برای خودش بدون هیچ حادثه ای، که متاسفانه در کشور ما همچین چیزی وجود نداره. یکی از معضلاتی که الان در کشور ما وجود داره مسئله کودکان بدون شناسنامه است، برای اینکه زنان ایرانی هستن، مردان مال ملیت دیگری هستن، کرد هستن، ترک هستن یا عراقی هستن یا افغان هستن، از کشورهای دیگر اومدن و زنها به ازدواج اونها در اومدن ولی بچه ها صاحب شناسنامه نیستند، برای اینکه اون مرد بیگانه است و به این دلیل اجازه ملیت به اون بچه داده نمیشه تا 18 سالگی، که البته یه قوانین 4 سال پیش گذاشتن و یه کاغذی در اختیار این بچه ها میدن که باش بتونن برن مدرسه، که اونم معمولا زیاد استفاده نمیشه و این بچه ها جز بچه هایی هستن که در واقع خیلی بد بزرگ میشن و شرایط طبیعی زندگی رو ندارند، نخواهند داشت. من در رابطه با این قضایا صحبت کردم، اگه باز فرصت دارم یه چند دقیقه در رابطه با این که اصلا پناهجویی چگونه باید انجام بشه من صحبت بکنم، اگر اجازه دارم صحبت کنم، اگر نه که میتونم قطع کنم.
خواهش میکنم بفرمایید. همینطور که ابتدا توضیح دادید که در مقابل شکنجه یا آسیب‌های روحی و جسمی که انسان یا حتی مرگ برای انسان‌ها پیش بینی میشه، انسان‌ها حق دارن در کشورهای دیگر درخواست پناهجویی کنن و پناهجو بشن و پناهندگی رو بگیرن. به همین دلیل این یک پروسه است و برای اینکه تمام افرادی که وارد میشن باید یه پروسه رو طی بکنن و بتونن به این قضیه برسن. متاسفانه از سال 2009 که دولت اروپا در واقع یک قانونی رو تصویب کرد در رابطه با اینکه کسانی که تغییر دین دادن و مسیحی شدن در اروپا نباید به کشور برگردانده شود به خاطر اینکه جانشون در خطر هست، به این عذر و به این بهانه در واقع این اجازه رو داد به کلیسا و که باعث بشه یک رشد سنگینی طرفداران تغییر دین در اروپا و حتی در خارج از اروپا و در تمام کشورها ایجاد بشه و به عنوان یک دستاویز در واقع در اختیار همه قشرها قرار گرفت. من یک کوتاه توضیح میدم راجع به این قضیه. ببینید وقتی که یک همچین قانونی رو گذروندن بلافاصله مسیحیت و بخششون اوانگلیش یا پروتستان ها اومدن برنامه‌ریزی کردن، گفتن کسانی که مسیح میشن باید برن بشارت بدن. در بشارت دادن خب طبیعیه کسی که میخواد بره بشارت بده بایستی بره با آدم ها صحبت کنه، راهنماییشون کنه که بیان این دین این حسنا رو داره، این محاسن رو داره و بیایید به این دین و طرفدار این دین بشید. خب این هیچ غیر عادی نیست، همه ادیان این کار رو میکنن و اصلا چیز بدی نیست. اما در اینجا وقتی میبینیم وقتی کسی میاد بشارت میده، بشارت باید دیده بشه تا بپذیرن تو بشارت دادی و بپذیرن که تو داری کار میسیونری میکنی. در واقع به همین دلیل این کار میسیونری کردن در واقع زمانی مشخص میشه که شما افرادی رو ببری معرفی بکنید به کلیسا و اونها آموزش ببینند و اونها در واقع مسیحی بشوند و بعد از اینکه مسیحی شدن یک کارتی به اون شخص میدن یا یک کاغذی یه برگه بهش میدن به عنوان پدرخوانده یا مادرخوانده. در واقع با اون کاغذها که 4-5 تا بشه معرف این هستش که ایشون میسیونر خیلی فعالی بوده، نتیجتاً چون میسیونر بوده و بره به ایران جانش به خطر میفته به این دلیل در واقع اقامت میگیرن. خب این قضیه در واقع جا افتاد، یعنی هر یک کسی که می اومد پناهنده می شد حتما بایستی 4-5 نفر هم بیاره مسیحی بکنه در واقع به این کار. نتیجتاً یک شرایط هرمی ایجاد شد، یعنی یه نفر می شد 5 نفر، 5 نفر می شد 25 نفر، 25 تا می شد 125 تا، می شد 700 نم چقدر و و و و این چنین رشد کرد در واقع این مسئله پناهندگی در مسیحیت. در مقطعی سال 2014 در فوریه 2014 به دلیل شکایتی که مردم مسیحی کرده بودند به دولت آلمان، یک دادگاه عالی آلمان حکم داد زمانی که مصاحبه‌گر و کسانی که در دادگاه هستند و قاضی ها بایستی 100% مطمئن بشن که این فرد مسیحی است و با قلبش مسیحی شده، اگر نشه نپذیرنشون. خب قبلا در حد 70% هم بود میپذیرفتن با 4-5 تا از این کاغذا حل بود و الان در واقع تبدیل شده این مسئله مسیحیت به این سبب و الان افرادی هم که مسیحی شدن دچار مشکلن. من یه نگاهی به این قضیه میخوام بکنم. متاسفانه این قضیه مسیحیت در واقع یک بخش جامعه ما ایرانی ها رو از فضای آموزشی شناخت حقوقمون دور کرده و متاسفانه برنده این بازی دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و شده. به این دلیل که شما الان در روزهای یک شنبه کلیساها اکثرا ایرانی ها پر هستند،
ولی وقتی شما یه مراسمی به عنوان سخنرانی یک شخصیت علمی، ادبی، حقوقی، سیاسی میخواد بیاد سخنرانی کنه، واقعا ندیدیم بیش از 30 نفر، 20 نفر، 40 نفر بیان تو اون جلسات. در صورتی که در همون شهری که حالا هر شهری که شما فکر بکنید، در اونجا هزاران ایرانی وجود دارن و کلیساها، مثلا 5 تا کلیسای ایرانی هست، در هر کلیسا حداقل 100 نفر هر یک شنبه حضور دارن. و این حادثه است و این حادثه ای که جمهوری اسلامی برنده است و این همون حادثه ای که رشد و جلوشو میگیره و وادار میکنه انسانها از یک نگاه مذهبی به یک نگاه مذهبی دیگر بیان، بدون اینکه متوجه بشن که در فرهنگ خودشون چه اتفاقایی افتاده و اصلا چرا اومدن به اینجا و اصلا فراموش کردن که در کشورشون به دلیل بیحقوقی و به دلیل عدم آزادی بیان و اندیشه بلند شدن اومدن اینجا، نه به دلیل آزادی عقیده و عقیده برای دینشون نیومدن، به دلیل عدم آزادی بیان، عدم برابری، وجود تبعیض و و و و ده ها این عدم ها اینها بلند شدن اومدن، همه اینا فراموش شده، فقط رفتن دنبال این قضیه مسیحیت. و این اینجاست که این حادثه باعث میشه که دولت جمهوری اسلامی در خارج از کشور هیچ احساس ضعفی نکنه و بتونه نیروهای بیشتری بفرسته، امکانات بیشتری آزاد بکنه. و همینطور هم که میبینید که خب به هر حال این تنگنا وجود داره و متاسفم که این اتفاق در جامعه پناهجویی ما وجود داره و من دلم میخواست که مطرح بکنم و عنوان بکنم و خوشحال میشم اگر دوستانم سوالی داشته باشن در این رابطه، من تشریح بکنم، توضیحات بیشتری رو بدم. ولی خب کسانی که با عشق میخوان دین عوض کنن، خب حق طبیعیشونه، ولی کسی که عاشق یک دینی هست و میاد، این عاشق بودن دلیل نیست که به اون بهانه بره اقامت بگیره. من مخالف این هستم که کسی که دینش رو تغییر میده بره مثلا به خاطر تغییر دینش بگه من حالا این دین رو دارم میخوام اقامت بگیرم، در صورتی که من میدونم در کشور ایران 99% افرادی که دچار حادثه هستن و خارج میشن و فقط و فقط به دلیل مسائل عدم حقوق، عدم وجود حقوق بشر در اونجاست و میان، که من بارها گفتم نه برابری وجود داره، تبعیض وجود داره به شکل وسیعش، کمان که خود رهبر در سال 73 عنوان کرد که جامعه ما به دو بخش تقسیم میشه، بخش خودی و غیر خودی. یعنی وقتی یک رهبر یک مملکتی برگرده بگه ما دو بخش هستیم، دیگه اصلا اصل تبعیض رو شما فراموش ببینید که اصلا وجود نباید داشته باشه. خب این یکی از دلایله، برای همین هم هست که دانشگاه رو که میبینین یه سری بدون کنکور میرن، یه سری اصلا نرفته دکتر میشن، ولی یه سری آدم های تحصیل کرده با سواد یا مجبورن برن راننده بشن. من عکسی رو دیدم چند وقت پیش که یک لیسانسی مشغول کوله بری بود و اینها اون چیز نقاط ضعف جامعه ماست که باعث میشه که اون شخص مجبور شه بیاد، ولی وقتی میاد اولین راهی که جلوش میذارن میریزن دورش میگیرن آقا بیا برو مسیحی شو. چرا؟ چون خودشون میخوان برن پدرخوانده بشن و اون کاغذ رو بگیرن. و طبیعی برنده این قضیه یه بخشیش اون آدمیه که شما رو میبره معرفی میکنه، یه بخشی خود کلیسا برنده است چون درآمدش بیشتر میشه، و بخش سوم دولت جمهوری اسلامیه که محلهایی که بایستی از طریق همین دوستان پر بشه که آگاهی برسونن، کمک بکنن، وبلاگ درست بکنن، بتونن با سایر مردم صحبت بکنن، خانوادهشون رو آشنا بکنن به حقوقشون، متاسفانه فراموش میشه. من جمله آخرم رو میگم، من زاده زمان پهلوی هستم، تحصیل کرده زمان پهلوی هستم، هیچگاه این سیماده اعلامی جان حقوق بشر رو در اختیار من قرار ندادند که من بخوانم. تحصیلات عالیه داشتم، تحصیلات ابتدایی، دبیرستانی، هیچگاه به من داده نشد. شماها که نسل بعد از انقلاب هستید هم ندیدید، نه در کتابای درسیتون نه در جایی. این نکته به این دلیل ها از اهمیته که ما باید تلاش کنیم که این سی ماده رو با کنوانسیوناشون رو به دیگران معرفی بکنیم که دیگران بتونن آشنا بشن و به جای اینکه بیان اینجا با تغییر دین برن یه اقامتی بگیرن، بتونن با یک حرکت مثبت، با آگاه شدن خودشون و آگاه کردن دیگران، جامعه رو به رشد برسونن که بتونیم در فردای ایران بهتر بتونیم ما حق تصمیم گیری داشته باشیم و از حقوقمون دفاع بکنیم، نه اینکه در اختیار
بزرگان باشید. من زیاد صحبت کردم، معذرت میخوام. میکازم. سپاسگزارم از توضیحات شما، کامل و مفصل بود جناب شفای عزیز. در خدمت جناب گلستانجو هستیم. با توجه به صحبتهایی که جناب شفایی اشاره فرمودند، مربوط میشد به البته یکی از کیس‌ها یا مواردی که ایرانیان در واقع به عنوان پناهجو یا پناهنده بهش مراجعه میکنن تغییر دین هست جناب گلستانجو. آیا به نظر شما تمامی کسایی که از کشور یا مجبور به ترک وطن خودشون میشن بنا به دلایلی که خودشون به اصطلاح مبرهن هستش و واضح هستش میان، و یا اینکه دنبال این هستش که فقط بیرون آمدن از کشور و یک کیسی هم بالاجبار برای خودشون میسازن، حالا ما این رو به حساب اطلاع داشتن یا عدم اطلاع نمیگذاریم. میخواییم این رو یه مقداری باز بکنید به این قضیه که اصلا افرادی که خارج میشن از کشور و وطن رو ترک میکنن، آیا اکثر قریب به اتفاقشون با بهانه موجه اومدن بیرون یا نه بدون موجه و رفتن دنبال بهانه هایی از جمله تغییر دین، همون مسئله‌ای که به حال شاید دستاویزی باشه برای دولت جمهوری اسلامی که برگی برنده هم به دستش بیفته. خواهش میکنم بفهمید. ممنونم خانم مرادی عزیز. در اول باید سپاسگزاری کنم از جناب آقای شفایی بابت توضیحات جامع و کاملشون که واقعا قابل استفاده بود برای من و امیدوارم برای همه شنوندگانم قابل استفاده بوده باشه. و در بابت سوالی که مطرح فرمودین باید بگم که همونطور که در صحبت‌های اولیه بیان شد، دلایل متفاوتی برای کسانی که از کشور خارج میشن وجود داره و قطعا تمام افرادی که از کشور ایران یا حالا از هر کشوری دیگه خارج میشن به هر دلیلی یه علت موجهی برای خودشون برای خروجشون دارن. ولی خب این دلایل تا چه حد با آیتم های مورد پذیرش به عنوان یک پناهنده سازگاری داشته باشه خب یه جای تأمل داره. و اینکه کسانی که از کشور خارج میشن و به کشور مقصد میرسن یا در کشورهای دیگه مثل حالا اندونزی یا مالزی خودشون رو به سازمان UNHCR معرفی میکنن، تا چه حد با این قوانین و آیتم ها آشنایی داشته باشن منجر به این میشه که خب به ناچار علت دیگه ای رو برای پذیرش خودشون به عنوان پناهنده به سازمان ارائه بدن که یکی از اونا همین مورد تغییر مذهب هست که جناب شفایی به صورت کامل توضیح فرمودن. و افراد بدون در نظر گرفتن نتیجه کار خودشون تنها با راهنمایی افرادی که حالا بعضن یا به عنوان حالا جناب شفایی فرمودن پدرخوانده یا مادرخوانده، میگم حالا به عنوان سودجویی برای خودشون یا افرادی ناآگاه‌تر از خودشون، تنها به دلیل قبول شدن در مرحله گزینش سازمان UNHCR دست به اقداماتی از جمله تغییر دین میزنن یا حالا موارد دیگه. و من از زمانی که خودم رو شناختم حالا تو کشور خودمون ایران مسئله وجود داشت به نام تقلید، به این معنی که مردم میبایست برای مورد قبول واقع شدن اعمالشون از شخصی به عنوان مرجع دینی تقلید کنن. و از اونجایی که این عمل خود به خود در ذهن همه انسان‌ها این موضوع رو به وجود میاره که برای موفق شدن یا مورد قبول واقع شدن اعمالشون باید تقلید بکنن و احتیاجی به فکر کردن نیست، پس دیگه دلیلی نمیمونه که دنبال آگاه شدن و دانستن برن. این روش سالهاست که با مردم ایران عجین شده. بنابراین در موردی هم که شما فرمودین پناهندگانی که بعضن بدون آگاهی و اطلاع از کشور خارج میشن، خب وقتی با موضوع پروسه پناهندگی مواجه میشن چون بدون آگاهی از این روند از کشور خارج شدن به خاطر همون عادتی که از قبل تو ذهنشون گنجونده شده، خب گرفتار میشن و به ناچار تن به کارها و اعمالی میزنن که در بعضی موارد قابل جبران هم نیست. حالا جناب شفایی مورد تغییر مذهب رو اشاره فرمودن، موارد دیگه هم هست که عملا از اونجایی که با ناآگاهی ما مواجه هستیم، خب یه افرادی به پست ما میخورن، یه راهنمایی هایی بر حسب حالا اون چیزایی که خودشون تجربه کردن
ارائه میدن، ولی خب در عمل اولا ممکنه که اون راهکاری که افراد ارائه میدن برای همه کس کارایی نداشته باشه و متاسفانه افراد مورد شکست واقع بشن با اون راهنماهایی که میشن. ولی در واقع چیزی رو که باید من به طور اجمال بگم اینه که همه افرادی که از کشور خارج میشن برای خودشون دلیل موجه دارن، ولی این دلیل موجه تا چه حد با آیتم های پناهندگی موافق باشه، خب اون چیزیه که بستگی به اون آگاهی و شناخت ما از حقوقمون داره، که جناب شفایی هم به صورت خیلی کامل توضیح دادن که اگر شناخت داشته باشیم خب با یه آگاهی میایم وارد از کشور خارج میشیم و با موفقیت هم میتونیم قبول بشیم، پروسه رو طی کنیم و حالا یا در کشور مقصد هستیم یا به کشور مقصد بعد از مدتی میریم، ولی در واقع با اون آگاهی که داریم موفق میشیم. ولی اگر نه بگیم کی چه کار کرده منم هم همون کار رو بکنم، که همون تقلیدی که عرض کردم خدمتتون، خب مستوجب این هست که شاید در آینده موفق نباشیم و شکست هم بخوریم. من در خدمت شما هستم خانم مرادی عزیز. سپاسگزارم از توضیحات شما جناب گلستانجوی گرامی. کم کم به پایان جلسه‌مون نزدیک میشیم و روال کاری هستش که صحبت‌ها رو یک جور جمع‌بندی می‌کنیم تا به نتیجه نهایی و مطلوب مورد نظری شنوندگان محترم برسیم. در خدمت جناب دکتر اکبرزاده گرامی هستیم. آقای اکبرزاده، در واقع در صحبت‌های ابتداییتون به پاره‌ای از مشکلات پناهندگان اشاره فرمودید و در قسمت دوم صحبتاتون هم اشاره به یک سری راهکارها داشتید. خواهش میکنیم به عنوان صحبت پایانی میخوایم که بدونیم این آسیب ها چطور میتونه کمتر باشه و اگه طرح یا برنامه‌ای برای کوتاه شدن این پروسه ها یا به هر حال قابل تحمل شدن این مشکلات برای پناهندگان در نظر دارید، خواهش میکنم بفرمایید. هر شبت به حضورتون که همونطور که خدمتون عرض کردم در صحبت های گذشته، نظر شخصی من و دیگر اعضای هیئت مدیره کانون پناهجویان ایرانی در مالزی این هست که بهترین راه برای بهبود بخشیدن به این سیستم که ما بتونیم حرفمون رو بزنیم، حالا ما که عرض میکنم یعنی تمام پناهنده یا پناهجوها، هیچ فرقی نمیکنه، این هست که ما یک انسجامی رو داشته باشیم در بین خودمون و یک هماهنگی واقعی رو بین خودمون داشته باشیم تا بتونیم حرفهای خودمون رو به صورت نوشتاری، به صورت گفتاری و حتی حضوری با سازمان UNHCR چه در مالزی، چه در هر کشوری و چه در ژنو عنوان کنیم و بتونیم این معضلاتی رو که متاسفانه گریبان اکثر این پناهجویانی رو که در این راه وارد شدن گرفته به یک صورتی حل کنیم، به ویژه کسانی که برای یک بار یا حتی برای دو بار ریجکت شدن و متاسفانه دسترسی به جایی ندارن غیر از اینکه یک کانونی باشه، یک کسی باشه، شخصی باشه، یک انجمنی باشه که بتونه پیگیری کنه مطالبات به حق این دوستانی رو که متاسفانه از کشور به هر صورتی خارج شدن و در حقیقت میتونیم بگیم فرار کردند و نمیتونن به اون کشور برگردن و در اینجا هم با مشکلاتی مواجه هستند که متاسفانه سازمان UNHCR به واسطه اینکه خب یه چیزی شاید جمعیتی که الان جدیدن اعلام میکنن نزدیک به 65 میلیون نفر پناهجو یا پناهنده وجود داره، که خب اگه بخوایم به این رقم بسیار سنگین نگاه کنیم ما تقریبا کنار زده میشیم، اما فکر میکنم که با بودن کنار همدیگه، یک انسجام و یک حرف واحد، یک گفته واحدی که بتونیم حرفامون رو بزنیم و خواسته هامون رو طلب کنیم به حق، با وجود گرد همایی ها، دور هم نشینی ها، گفتمانی که با هم بتونیم فکرهامون و نظرهای برترمون رو به دست بیاریم و
نتیجه گیری کنیم، به عمل بگذاریم اینها رو، میتونیم نتیجه مطلوب رو به امید خدا به دست بیاریم. اولین چیزی که من از هر ایرانی که به عنوان پناهجو یا پناهنده در هر کشوری زندگی میکنه در حال حاضر خواهشم این است که این اتحاد رو به وجود بیاریم. اتحاد رمز واقعی پیروزی همه ماست. فکر نکنیم من چون خودم پناهندگی محرز شده و پناهندگیمو گرفتم یا حتی اگه رفتم در کشور بعدی الان ساکن شدم و زندگیمو میکنم دیگه بقیه رو باید فراموش کنم، نه. یادم میفته به روزی که خود ما هم در همون روزها چه زجرهایی کشیدیم تا رسیدیم به مصاحبه هایی که حتی از دادگاه های انقلاب رژیم اسلامی که الان هست، رژیم جمهوری اسلامی، واقعا سخت‌تر بود و گذروندیم و گذشتیم. بگذاریم بقیه هم بیان برسن. مطمئن باشیم هیچ جایی در هیچ کجای دنیا برای ما تنگ نخواهد شد. ببخشید. مطمئن باشیم که همه دنیا میتونیم ماها حضور داشته باشیم. خب ما در اون کشور نتونستیم زندگی کنیم به دلایل شرایط خاص و بودن اون رژیمی که خب همه از ماهیتش کاملا اطلاع داریم. دلیل نداره اینجا هم بخوایم یه کاری بکنیم که هر کسی برای خودش باشه. اگر این اتحاد جامع و کامل و واقعا دور هم بودن وجود داشته باشه، موفقیت واقعا عالی و بی‌نظیری خواهیم داشت که من امیدوار هستم. من طی این تقریبا چند تا نزدیک به 4 سال که مدیریت این کانون رو در این کشور به عهده دارم، خوشحال هستم از اینکه دارم میبینم خیلی بهبود پیدا کرده این وضعیت و رو به پیشرفت هست و رو به اتحاد بسیار بسیار منسجمی هست که میتونه حرف بزنه، میتونه گفتهاش رو عنوان کنه، میتونه جواب بگیره و حتی اون جوابی که دلش میخواد بگیره. امیدوار هستم که بقیه دوستان در سایر کشورها، حتی در همین کشور، بیشتر بیان، اعتماد کنیم به همدیگه، نظرات همدیگه رو قبول کنیم. اگر مشکلی داریم برای همدیگه، واقعا همونطوری که در ایران جانفشانی میکردیم اینجا هم همین کارها رو بکنیم تا اینکه بتونیم به نتایج مطلوبی که در نظرمون هست برسیم. با بودن دوست حبوب و عزیز و دانشمندی که داریم، به خصوص همچنین هم آقای شفایی، آقای دوست عزیزمون که در اینجا حضور دارن، میتونیم بسیار بسیار موفق باشیم در این زمینه ها و نیازی نباشه که بخوایم دست نیاز به طرف کسی دراز بکنیم که واقعا از ملیت و فرهنگ ما اطلاعی نداره. سپاسگزارم، در خدمت شما هستم. ما هم سپاسگزاری میکنیم به ویژه از مدیریت و مسئولیت خوبی که شما دارید جناب دکتر اکبرزاده عزیز. بهبودی وضعیت کانون پناهندگان مالزی در واقع مرهون زحمات شبانه روزی شما هست و ما قدردان این زحمات شما هم هستیم. امید که همیشه موفق و سربلند باشید. در خدمت جناب شفایی عزیز هستیم. جناب شفایی، در میان صحبتاتون اشاره داشتید به اینکه می‌خواستید در مورد پروسه پناهجو، اینکه چطور میتونه درخواست بده و بتونه پناهندگیش رو بگیره، ما خوشحال میشیم که در خدمت شما باشیم و بحث پایانی رو به صورت نتیجه داشته باشین. بفرمایید، خواهش میکنم. از کنم که خیلی ممنون، مرسی، تشکر. من مطلبی رو که میخواستم بگم در رابطه با مثلا پروسه پناهجویی، دوستانی که اعلام پناهندگی میخوان بکنن حتما غافل از این نباشند که بس حقوقشون آشنا نباشند. یعنی من معتقدم کسانی که وارده پروسه پناهجویی خواهند شد بایستی بر اساس آگاهی به حقوقشون این کارو بکنند، نه بر اساس پیشنهاد دو آدمی که 5 روز قبل 10 روز قبل وارد کار پناهندگی شدند. چون خود بنده هم زمانی که پناهنده شدم، یک در سن 51 سالگی وارد پناهندگی شدم، یک جوان 21 ساله اومده بود به من آموزش میداد و به من میگفتش که اول اینکه تمام دوروری های ما همه جاسوسن، مواظب باش کیس تو به کسی نگی، و بعد میگفت با تلفن با هیچ کس صحبت نکن چون تلفن شما رد به اصطلاح شنود داره. این دو راهنمایی. راهنمایی سومش هم این بود که خب شما اگر هر کاری ازت بر میخوای بگو، من برات انجام بدم.
روز اول اینو گفت، خب من نمی‌دونستم چی به چیه. روز دوم گفتم خب تو چند وقت اومدی؟ بعد دیدم من 22 نوامبر اومدم، ایشون 15 نوامبر اومده. گفتم تو با یک هفته قبل از من اومدی این همه اطلاعات داری، منی که سه برابر سن عقلی تو، من تجربه دارم و دنیا رو دیدم، تو چگونه میخوای منو راهنمایی کنی؟ اصلا گیرم همه جاسوس، تو هم جاسوس، چه کاری علیه من میتونید بکنید؟ یا تلفن من شنود داره، خوب داشته باشه، مگه اونا بیکارن ببینن این همه پناهنده اومدن تلفنشون رو بیشتر گوش کنن ببینن امروز با مامانش حرف زده یا با داداشش حرف زده یا مثلا با پسر خالش حرف زده؟ چه تأثیری داره؟ و این اون چیزهایی است که در ابتدای کار، در اولین برخورد پناهندگان در کمپ ها من دیدم، چون من کارم رفتن به کمپ ها و سر زدن به کمپ ها و بازدید از کمپ ها و کمک به اونها بوده، یعنی به هست. این یکی از موارد. من حتی یادآوری دارم میکنم، من در سال 99 وارد شدم، به من گفتن که خوش به حالت، خیلی شانس آوردی، یعنی شما اگر یه ماه و نیم، چون من نوامبر 22 نوامبر وارد آلمان شدم به عنوان پناهنده، حالا داستانش طولانیه، گفتن اگر تو میموندی و ژانویه میومدی، در ژانویه قرار از سال 2000 یک کمپ بزرگ در شمال آفریقا درست بکنن، همه پناهنده هایی که میخوان بیان اروپا میبرن اونجا، اونجا مصاحبه میشن، اونایی که قبول میشن میارن تو اروپا. سال 2000، الان سال 2017 است، نه از اون کمپ خبری نه از این چیز. اینه که من میخوام بگم اولین مرحله در بحث پناهجویی این استش که به هم دروغ نگیم. حالا اون اتحادی رو که جناب اکبرزاده گفتن فراموش کنیم، به هم دروغ نگیم، سر هم کلا نذاریم. یا حداقل مرحله بعدیش هم اینه که از وقتی هم مد شده این مسئله مسیحیت، همه میگن بیا بریم مسیحیشو فوری قبول میشی. این سه تا جملاتیه که ما دائم در گوشمون در کمپ ها دیده میشه، شنیده میشه و من همیشه وقتی هم میرم اینو اول میگم، میگم آقا من به عنوان یه جاسوس وارد شما شدم، ولی خودم نمیدونم چه کاری ازم برمیاد، ولی اگه مشکلی دارید بگید، من مثلا راهنماییتون کنم. با میخواید مجاهد بشید، من دوست مجاهد دارم. میخواید نمیدونم مسیحی بشید، کلیسا هست، اگه فلان چیز هست، اگه میخواید نمیدونم پادشاهی بشید، انواع اقسامشون هستن، آشنان معرفیتون کنیم، اگر هم حقوق بشر میخواید خود ما هستیم. یعنی این کار رو همیشه کردیم و بچه های ما هم در کانون در کشورهای اروپایی سعی کردیم که این اطلاعات رو همیشه به همین صورت منتشر بکنیم. این اولین حرکت برای این هستش که ما همیشه فکر نکنیم همه ایرانی ها بدن و همه ایرانی ها جاسوسن و همه ایرانی ها آدم هایی هن که میخوان سرمون کلاه بذارن، و اینو فوری به دور هم جمع میکنیم. و این اولین چیزیه که تا ما بخوایم به اون جمله قشنگ ایشون که هممون با هم یکی باشیم و به درد هم بخوریم و به داد هم برسیم که آقای دکتر گفتن، این در واقع مقدمش این هستش. در رابطه با کار پناهجویی، من اعتقادم اینه که کسانی که وارد اینجا میشن بیان ذهنشون رو کار بندازن، ذهن خلاقشون رو کار بندازن، نه ذهن تسلیم شده به دین اسلام بعد بیان تسلیم یک دین دیگری بشن. در اسلام به عنوان تقلید وجود داشت، در مسیحیت به عنوان شبان وجود داره. یعنی ما نیایم شکل تسلیم وجود داشته باشیم، ما به عنوان ذهن خلاق بیایم اندیشمون رو به کار بندازیم در جهت انسان و انسانیت و شناخت حقوق انسان‌ها. این برای کیس پناهندگی هم معتبره، هم ارزشمنده، هم قابل صحبته، هم آینده دار هست. چون وقتی که من آشنا شدم به حقوقم، طبیعیه به خانوادم، به بچم، به دوروریام منتقل خواهم کرد و این آشنایی به حقوق و کم کم میتونم به جامعه کشوری خودم هم برسونم. حتی در ورود ما به کشور خودمون در مرحله بعدی که اگر خواستیم رژیم دیگری یا قدرت دیگری یا اگر شرایط دیگری هم وجود داشت بخوایم وارد اون کشور بشیم، حرفی برای گفتن داشته باشیم. یعنی الان من و امثال منی که اومدیم مسیحی شدیم، میخوایم برگردیم به ایران، چه کاری میخوایم برای اون جامعه بکنیم؟ برای رشد دموکراسی و برای رشد اون مملکت چه کاری میخوایم بکنیم؟ میخوایم بریم تبلیغ دین مسیحیت بکنیم در اونجا؟ اصلا مشکلی حل نمیکنه که، مشکل سر جاشه. ما بایستی آگاه بشیم که حقمون چیست، چگونه انتخاب بکنیم، چگونه انتخاب بشیم و چگونه نظارت کنیم
و چگونه حق آزادی بیان اندیشمون رو داشته باشیم، چگونه حق برابریمون رو حفظ کنیم، چگونه نذاریم تبعیض بشه، نگذاریم سرمان کلا بذارن، نذارن میلیاردها پولمان را ببرن، جنسمان را ببرن در اون کشور، بعد ما بمونیم خودمون بدون هیچی. این اون چیزی است که من در واقع به عنوان راهنمایی میخوام بگم. من پیشنهادم اینه دوستان ما میتونن با آشنایی به حقوقشون و انتخاب اندیشه برای اون چیزی که فکر میکنن میتونن برن، چون دارن مجاهد بشن، میتونن برن پادشاهی بشن، میتونن برن کمونیست بشن، برن یک چیزی، یک اندیشه نوینی رو که با فراخور حالشون آشنایی داره برن برای زندگی بهتر. من با احزاب در واقع به نوعی نگاه مخالف دارم، خودم عضو هیچ حزبی نیستم، ولی میگم هر کسی آزاده، میتونه انتخاب کنه. دینم اگه میخواین انتخاب کنید، دینتو انتخاب کنید برای دل خودتون، نه به عنوان یک ابزار برای گرفتن اقامت. و برای تکمیل صحبتم اینه که وقتی که شما به عنوان یک کسی که با دین اعلام پناهندگی کردید، اگر شما 2 ماه 3 ماه به کلیسا نرید، کلیسا به شما نامه میده و به شما اعلام و اخطار میکنه که شما با این، به دلیل اینکه شما مسیحی هستید، الان شما 2 ماه در کلیسا حاضر نیستید، دلیل عدم حضورتون رو بگید. و اگر باز نرفتید نامه به شما میده، میگه اگر شما تا 2 هفته دیگه مراجعه نکنید، ما به بوندس امت یا وزارت کشور رسما اعلام خواهیم کرد که شما در مثلا در کلیسا حاضر نیستید و شما به عنوان مسیحی نیستید. یعنی تا به اینجا هستش. یعنی میخوام بگم که فکر نکنیم که ما فقط تونستیم یه رندی بکنیم بریم یه پاسی بگیریم بریم، اونا ول نمیکنن. چرا؟ چون اونا آگاه هستن به این که کسانی که دارن با یک ترفندی برای گرفتن یک اقامت از این ترفند استفاده میکنن و سوء استفاده میکنن از مذهب، اونا هم راهشو باز کردن و پیدا کردن. و من مکاتبات زیادی در این مورد برای من اومده و من دیدم و خواستم ازشون که برید کلیسا، اگه نرید میگیرن ازتون. و حتی در آلمان 3% بابت داشتن دین شما بایستی مالیات بدید. این هم برای اطلاعتون میخوام بگم که بدونید، فقط به این صرف نکنید که ما بریم این کار رو انجام بدیم. اینه من پیشنهادم اینه دوستان ما به اندیشهشون مراجعه کنن، به مغزشون مراجعه کنن، فکر بکنن، مطالعه بکنن. الانم با بودن این همه امکانات اینترنتی، شما به هر چیزی که علاقمند باشین دسترسی دارید و میتونید با یه سرچ کوچیک به هر چیزی که بخواید میتونید اطلاعات جمع آوری کنید، یه مسیر قشنگی رو برای خودتون انتخاب کنید که با اندیشتون نزدیکی داشته باشه و با همون اندیشه هم شما حتما میتونید برید اقامتتون رو بگیرید. برای پایان قضیه این هست که اگر کسانی که برای اندیشهشون یا برای اون روش زندگی که انتخاب کردن و جانشون به خطر افتاده، حتما اقامت خواهند گرفت. گوش نکنید به اینکه نه کیس سیاسی قبولی نداره، اصلا همچین چیزی نیست. شما هر کیسی بدید اگر اصول و پایه داشته باشه و بتونید ثابت کنید، نه با مدرک‌های قلابی، بتونید ثابت بکنید با کلام و آشنایی به اون موضوعات، شما میتونید اقامتتون رو در هر کشوری بتونید بگیرید. و من این پیشنهاد رو دارم دوستان ما حتما از اندیشهشون استفاده کنن و از آقای اکبرزاده هم خواهش میکنم حتما خودشون، همکارانشون، همون کاری که کانون دفاع از حقوق بشر میکنه، در رابطه با راهنمایی، در رابطه با مسئله انتخاب کیسشون هم راهنمایی بکنن و سعی بکنن احتمالاتی رو در اختیارشون قرار بدن، امکاناتی در اختیارشون بدن که ذهنشون کار بکنه و اونا بتونن هم برای خودشون مفید باشن، هم برای آینده، همون آینده‌ای که به عنوان اتحاد شما عنوان کردید که من خیلی فاصله میبینم باهاش، چون در جامعه ما خیلی سخت به این قضايا برسیم، به دلیل اینکه هنوز که هنوز فرهنگ اتحاد، هم فرهنگ یکی بودن در ماها وجود نداره و اون فراخوان دادن برای اتحاد و یکی در کنار هم بودن هم در واقع برمیگرده به این که ما بتونیم ابتدا فرهنگمون رو تغییر بدیم، ابتدا یاد بگیریم که ما هممون با هم برابر هستیم، یاد بگیریم همه باید در کنار هم باشیم، باید یاد بگیریم که حقوقمان چیست و بر اساس حقوقمان اعتراض بکنیم. من خیلی صحبت کردم، من معذرت میخوام، ولی گاهی به اینجا که من میرسم یه مقداری تندروی میکنم معمولا و
زیادی صحبت میکنم، میبخشید، ولی برای اینکه در واقع تشکر کنم از آقای اکبرزاده برای فعالیت هایی که میکنن و ضمناً از همکارای خودمونم در کانون خیلی تشکر میکنم، حالا خانم مرادی یا آقای گلستانی جای خود دارن، ولی سایر همکاران ما که در کمیته های مختلف دارن کار میکنن، در نمایندگی ها، در رادیو، در صدا و تصویر، در کتابخانه دارن کار میکنن، من ازشون تشکر میکنم، چون تمام اینا خدماتیه برای دوستانی که بخوان از خدمات پناهندگی و پناهجویی و برای بالا بردن آگاهیشون استفاده بکنن استفاده میکنن. از جناب اکبرزاده هم دعوت میکنم، خوشحال میشم یه نشست دیگه ای داشته باشیم در کنار هم و بتونیم یه سری کارا رو اگر دوست داشته باشن به طور مشترک در کنار هم با در مقاطع مختلف، حالا در جلسات، در بحث‌های مختلف بتونیم در کنار هم انجام بدیم تا بتونیم به اصطلاح راجع به مسئله پناهجویی یک رشد دیگری داشته باشیم. ضمناً دوستان ما در سوئیس هم هستند و اگر دوستان موردی هم داشته باشن که بخوان مکاتبه‌ای در سوئیس انجام بدن، نمایندگی ما در سوئیس، آقای کوانی و چند تا از همکاران آقای امیرینا در هر سه ماه یک بار در اون جلسات سازمان ملل هستن و میتونن مراجعه کنن، احتمالاً بتونن نامه‌ای رد و بدل کنن و صحبت‌های اینچنینی رو بکنن، میتونن در اختیار شما باشن، حالا یا از طریق من یا مستقیما هم مانعی نخواهد داشت، از طریق آقای غلامی به عنوان مسئول نمایندگیمون یا آقای گلستان جون مسئول نمایندگی یا حتی خانم مرادی به عنوان همکار خوب ما در بخش کمیته میتونید این کارا رو بکنید. من زیادی صحبت کردم، تشکر و خداحافظی میکنم و در خدمتتون هستم. ما هم تشکر میکنیم و سپاسگزاری ویژه داریم حضور صمیمانه شما جناب شفای عزیز، چرا که با پشتیبانی و حمایت شماست که ما قوت قلب میگیریم و این راه رو داریم ادامه میدیم، چرا که معتقدیم دشمن واقعی جهالت و نادانی هست و آگاهی از حقوق خود در واقع میتونه اولین بلا رو در واقع دفع بکنه از هر شخصی. آگاهی یافتن بهترین سلاح است. در خدمت جناب گلستانجوی عزیز هستیم با صحبت پایانی شما، مایل هستیم که در واقع یک صحبت جمع‌بندی شما رو هم در این زمینه بشنویم در ارتباط با موضوع امروز. جناب گلستانجوی عزیز در خدمت شما هستیم، بفرمایید. سپاسگزارم بانو مرادی گرامی، جا داره قدردانی کنم از شما بابت برگزاری این جلسه و مفتخرم که در خدمت مهمانان گرامی جناب دکتر اکبرزاده و جناب شفایی عزیز بودن. خدمت شما که عارضم، من به شخص معتقد هستم که هر عملی رو که انسان بخواد انجام بده باید که خیر و منفعت هم نوعان خودش رو در نظر گرفته باشه و وقتی انسان با این نیت عملی رو انجام بده قطعا بازتاب اون به خودش هم بر میگرده. در حال حاضر که من با کانون دفاع از حقوق بشر در ایران همکاری میکنم، همچنان که مبنای تشکیل این کانون اطلاع رسانی و آگاه نمودن هموطنان از حقوق انسانی خودشون بوده و هست، تا جایی که این حقوق در کشور ما به طور کامل اجرا بشه، من هم به نوبه خودم تمام تلاشم رو کرده و خواهم کرد تا در این اقدام سهم بسزایی رو داشته باشم و به تمام شنوندگان عزیز توصیه میکنم که برای محقق شدن و اجرایی شدن حقوق ذاتی انسان که فرد ما مستحق اون هستیم تلاش میکنن، چرا که تا وقتی که هر شخصی قدمی برای خودش برنداره به طب هیچ پیشرفتی هم حاصل نخواهد شد. جا داره توجه شنوندگان رو به این نکته هم جلب کنم که حتی خداوند در کتاب قرآن هم گفته که من سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نخواهم داد و سرنوشت هر قوم و ملتی در دستان خودش مونه. پس باید که با آگاه شدن و آگاه کردن همگان از حقوق خودشون راه رو درست زندگی کردن رو به دست بیاریم تا دنیایی داشته باشیم سراسر صلح و آرامش. از همه دوستان تشکر میکنم و سپاسگزارم. من در خدمت شما هستم بانو مرادی. من هم از حضور شما عزیزان بی نهایت سپاسگزاری میکنم. در خاتمه اشاره دارم به ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر که هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید. هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد. و همچنین در ماده 15 هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد. احدی را نمیتوان خودسرانه
از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد. سپاسگزارم از توجه شما شنوندگان محترم به این برنامه که در خدمت شما عزیزان بودیم و در خدمت میهمانان گرامی جناب دکتر رضا اکبرزاده، جناب منوچهر شفایی و جناب محمد گلستانجو که در بخش فنی هم در خدمت ایشان بودیم. بسیار تشکر میکنم و سپاسگزاری میکنم از حضور و همراهی صمیمانه شما عزیزان در این بخش از برنامه. امید که با صحبت‌های ارزشمند شما راهکارها و روند بسیار مناسبی رو برای آشنایی بیشتر با مشکلات پناهجویان و پناهندگان و همچنین آشنایی بیشتر با روند بهتر این پروسه در جریان بوده باشیم و بهره کافی رو برده باشیم بدون شک. امید که در برنامه‌های آتی هم بتونیم از حضور شما اساتید و خوبان استفاده کنیم. اوقات خوشی رو برای شما عزیزان آرزو می‌کنم. لحظاتتون بسیار شاد و پر از سلامتی و امید باد.